صبح باش کارت انجام بده، آقا کارت رو دارم. کارت که تموم شد بیا لباستو بپوش. چرا اونجا واسدی؟ همکار شریف ما بیا پوش آقا. من فکر میکنم رابطه مردم در حقیقت با همین مواد فرهنگی هست که با دو ملت در حقیقت خراب میشه رابطه دو ملت. بسیار انسانش نجیب، دوست داشتنی، متعهد. از ابتدا متاسفانه ایرانی ها نیت خوب نسبت به افغان ها نداشتن و همیشه در برنامه های فرهنگی خود افغان ها مورد توهین و تحقیر قرار می دادن. احترام باید متقابل باشه، یعنی ما به شهروندان ایران به عنوان انسان های آگاه و هدفمند نگاه می کنیم، اونا هم به عنوان یک ملت با ما باید نگاه کنن. عاشق شدم، عاشق سامی هم نیستم آقا جان، نمیفهمی؟ خب چی شده؟ الان مشکل چی؟ عاشق کی شدی؟ خب بگو، میشه بگو، گوش یه دقیقه نگاه کن، نگاه کن که مثل نخواهد خیلی عالی بود سلفی دارم. در جمهوری اسلامی ایران که وزارت به نام ارشاد هست و یک تار موی خانم را سانسور میکنه و از نشر از جلوگیری میکنه، من در عجبم که چرا مقامات جمهوری اسلامی ایران این توهین بزرگ را یا اجازه دادن و گذاشتن که نشر بشه. در چندین فیلم و سریال ها میبینید که کاراکترهای ویژه‌ای که از افغان ها هست بیشتر سوژه برای تمسخر هست، بیشتر سوژه برای نشان دادن فردی که به اصطلاحش نوع آگاهی و اطلاعی از نوع الزامات رفتاری، نزاکت های رفتاری و اخلاقی و چنین چیزهایی نداره و شخصیت ساده، شخصیت که به هر حال داره تحصیلات و اندیشه و افکار قابل احترام چنین چیزی نیست. او نوع رفتار و اندیشه و خلق و خویی که ایرانی ها نسبت به افغان ها دارن توسط این سریال ها و فیلم ها نه تنها انعکاس داده میشه بلکه که بازتولید و بازسازی میشه دوباره. ایرانی چکار؟ ایرانی چکار؟ ایرانی چکار؟ ایرانی چکار؟ از افغانی یک چهره دیگر نشان دادن، از افغانی به صفت یک چهره بسیار فقیر و سر از اون از قسمت های مختلف و متفاوت تراشیدن و کارهای دیگر از این دست کردن، این به این معنیه که تو به خود داری احترام نمی کنی، به خاطر از اینکه ما بخوایم و نخواهیم با ایرانی ها از یک نژادیم، از یک تباریم، از یک قبیله در گذشته. حالا امروز اگر مرزهای جغرافیایی ما را هم دیگر جدا کرده، در گذشته یک کشور بوده، یک سرزمین بوده. پس تو به خود داری بی احترامی میکنی، به می بی احترامی نمی کنی، به خود داری برای بی احترامی میکنی، برای اجداد خود بی احترامی میکنی.